الان همه فیلمنامه هم جز یه دونه خودم نوشتم، اون یه دونه هم خراب شد. و این دفعه دومی که داریم سعی میکنیم با مصطفی یه فیلمی بتونیم، امیدوارم یه یکی خراب نشه. حالا این شاید به خاطر اینکه من فیلمنامه نویس هم هستم، در ایران یه بخشی از شغل من بود که فیلمنامه دیگر رو بنویسم علاوه بر اینکه من خودم می‌نویسم. من با فیلمنامه‌ای که خودم می‌نویسم راحت‌تر بودم. یعنی اون یه فیلمنامه‌ای هم که با یه نفر دیگه بعد اخلاق هم بیشت. اون یه نفر دیگر خیلی با رمز میگیره. آره اون خانوم هم بیشت. اون خانوم هم بیشت. ولی خب نگاه این خانوم به یه داستانی که زنانه است خیلی فرق داره با من، که خیلی لطیفی هم نیستم. در نتیجه سوال خانوم بود که تکنیکالی کارگردان تکنیکالی میتونه هر کاری رو انجام بده یا نه الزامی نیست. ببین کارگردان یه شغل تمام وقته و خیلی کار برای انجام دادن داره. یعنی اگر قرار بشه که کارگردان فیلمنامه کارش رو هم بنویسه، یعنی 2-3 سال وقت. یعنی اول باید فیلمنامه رو کامل کنه بنویسه، بعد تازه بره سراغ کارگردان. در صورتی که یه کارگردان میتونه این فیلم تموم شد بره فیلمنامه آماده یه فیلم نامه نویس دیگر رو بگیره و بره کارگردانی. کاری که تو مثلا کشوری که نگاه صنعتی دارن به کار، این کار انجام میده. کارگردان الزام نداره که خودش فیلمنامه بنویسه، ولی باید فیلمنامه رو بشناسه، با اینکه باید درک بکنه فیلمنامه رو، تحلیل بکنه تا بتونه بریکداونش بکنه. و اون چیزی که ازش در میاد معانیش مهم نه، نه فقط شکل فنیش. تمام این چیزایی که گفتیم برای اینه که اون معنی در واقع دیولوپ بشه و دیده بشه روی پرده. خسته نباشید، خیلی صحبتتون عالی بود. من میخواستم یه دور دیگه اون چیزی که گفتید باهاتون دوباره چیز کنم، تکرار کنم ببینم اون چیزی که گفتی من درست فهمیدم. دکوپاش یه کلمه انگلیسیه فرانسوی، یعنی قطع کردن. اون چیزی که من گرفتم این که یک نمایی رو وقتی که قراره، حالا همون که خودتون مثال زدید اون نما رو دوستمون پرسید دکوپاش و اینا، اون نما قطعش یعنی همون پلانا. بله، از چند تا فیلمی که گرفته میشه اون قطعه ها هستن. بله. که اونا یه دکوپاژ رو میسازن. نه، دکوپاژ کردن یعنی تبدیل کردن فیلمنامه پیوسته به قطعات قابل فیلم برداری. یعنی با نمایی میگن بریکداون کردن، یعنی تکه تکش کردن، میریزن رو میز. وقتی بریکداون، این بریکداون چند تا مفهوم داره و مشاغل مختلف توی سینما این کار انجام میدن با فیلمنامه. یعنی مثلا تهیه کننده بریکداون خودش رو انجام میده، برنامه ریز برای ساخت فیلم بریکداون خودش رو انجام میده، کارگردان بریکداون زیبایی شناختی انجام میده، یعنی تبدیلش میکنه به قطعات کوچیکتر که بشود فیلم برداری کرد. اگر یه فیلم نامه کامل رو نمیشه فیلم برداری کرد برای اینی که طولش خیلی زیاده و بیننده عادت نداره که اینو ببینه. زبان سینما در واقع از وقتی که پذیرفتن بیننده ها که پلان A به پلان B بچسبه، نتیجهش پلان C باشه یا پلان C ادامهش باشه، که دو تا نظریه مختلفه نظرمون های زنشتن، از وقتی که بیننده این رو پذیرفت تختی کردن هم به وجود آمد، یعنی خرد کردن فیلم. ولی تا قبلش یه پلان دوربین رو میذاشتن، تمام اکت مثل تئاتر جلوش اتفاق میافتن و لانگ شات، یا مثلا حتی نزدیک شدن. همین شاتایی رو که نوشتیم از ابتدا سینما این شکلی نبوده که، اینا کشف شده، اینا قواعدی است که کشف شده و تجربه شده و قواعدش پیدا شده که چجوری این کارو انجام بدیم که بیننده احساس پرت شدن پیدا نکنه و ادامه بده فیلم. مرسی. اوکی. من آیا من دو تا سوال داشتم. یکی این که در مورد زیبایی شناسی، یعنی استتیک، حالا کامرا موومنت و شات صحبت کردیم. من یه پیپر از گودار داشتم میخوندم در مورد، حالا میخوام جواب سوال اولم اینه که داشت تفسیر میکرد زیبایی شناسی استتیک رو با ایدئولوژی مخلوط کرده بود. نمیدونم شما پیپر خوندی یا نه، که مثلا یه سری شات ها هستن یا یه سری کامرا موومنت ها هستن که اینا بهشون گفتن بورژوازی، اسم مثلا مقالش همینه، بورژوا
کامرا موومنت. اون چیزی که من یادم از این استدلالش این بودش که اگه شما لانگ تک بگیری شما لایه‌های ریالیتی رو حس نمی‌کنی. وقتی لایه‌های ریالیتی رو حس نمی‌کنی مثل یه فیلم ریالیست، کامرات آتنتیکه. در صورتی که اگه مثلا به قول شما بیای تو این فریم بگیری، اسم من گذاشته بود بورژوازی. مثلا هیچکاکو اسمش رو نام برده بود اینا. من خب میگم شما با این موافقی که ما بار ایدئولوژیک به چیز زیبایی شناسی این مثلا چیزی که شما نام بردین بدیم. یعنی این چیز درستیه، تفسیر درستیه. و سوال دومم این که مثلا ما تو فیلم اولی که تو این سیزن دیدیم، میگم شما بودین که تایس توضیح دادش، صحنه آخری که اینا میرن توی اون کشتیه فرزوک میرن اونجا و میمونا میان. بعد نشون میده که کامرا میره، من نمیخوام مثلا از شما اینجاست، اونو چجوری تصویر گرفتی که میره یه مثلا 360 میزنه؟ مثلا با این تفسیری که شما با از دکوپاژ بودین چجوری اونو میشه تفسیر کرد که این میاد بعد اینا میرن، داره میخواد نشون بده که مثلا یه چیز مرده ای اونجا تو اون قایق همه چی هست نابود شده. اینو اگه بتونیم یه دور تفسیر توضیح بدین چجوری اونو توضیح. فیلمو ندیدم، میشه برام فیلم هرسوک صحنه که تو جنگل اون که صحنه آخرش که کشتی‌ها رو دارن می‌برن از روی نه اون فیلم چیزش نه قبل از اون ساخته بود 10 سال قبل قبل از فیچر یا 7 8 سال قبل از فیچر. خب حالا بله 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 دوره چیز میشن خاصش زجی اور اسکات شو بود خاصش خدا اصلا چیز عجیبی نیست، یه پلان دوربی میاد همینجوری سیستم می‌کشن دور قایق میشن. اوکی الان آقای عزیزی بیشتر یادشون رو توضیح دادن، ولی در مورد سوال اول بتونیم یادو توضیح شما موافق با این؟ من کلا قاطی کردن ایدئولوژی با هیچ چی موافق نیستم. یعنی فکر میکنم ایدئولوژی با هر چی قاطی کنی خراب میشه. ولی خب این مختص گودار هم نیست، یعنی قبل از گودار اومدن تفاسیر ایدئولوژی کردن از سینما زمان فیلم ساختن در روسیه شوروی و اصلا تبدیلش کردن به یه پروسه تجربی و مثل پدیده علمی باش برخورد کرد. البته کلی به پیشرفت سینما کمک کرد، کلی از مفاهیم سینما تا همون دوره‌ای که اونا داشتن تجربه میکردن و براش فرم میساختن ایجاد شد. ولی خب بعدش ازش عبور کردن، یعنی تاریخش مال همونه. حالا خوب و بد به هر حال جزء تاریخ سینماست، باید مطالعه کنن کسانی که جدی سینما رو پیگیری میکنن، اما الزامی نیست که ایدئولوژی جزئی از سینما باشه. گودارم کلاً یه آدمی است که بازی رو به هم میزنه و من دوست دارم این بازی به هم زدنش، ولی بعضی وقتا هم در نمیاد. راست فرضش گودار البته نگفته که ولی ایدئولوژی که ما کردیم کلا حالا میشه بعد بعد خب یک دوم دو دستی اینجا منتظر شما تو پس من نه نه من چند نفر میگم بعد بین نوبت فیلمنامه‌شو پیش ببره به سمت اینکه این تصویری باشه، چون برای زمان فیلمنامه یه جای بین ادبیات و تصویره، یعنی کلمه و کلمه‌ای که در واقع تصاویر رو باید پیش ببینیم از فرق چقدر باید اینو ببینه، چقدر باید اینو پیش ببره به جایی که ترنسلیت کنه ببینه. حالا اینو به عنوان فیلمبردار به فیلمنامه نویس دارم میگم، نه به عنوان کارگر. فیلمنامه نویسی تو دانشکده سینما تدریس میکنن، نه تو دانشکده ادبیات. برای همین از همون ابتدا با مفاهیم و مبادی سینما آشنا میشه فیلمنامه نویسان. یعنی یه سری مفاهیم اساسی فیلم هست، این حرفه هست که همه باید بدونن. حتی مثلا گریمارش هم باید بدونه، برنامه ریز باید بدونه، دستیارا باید بدونن، صدا بردار باید درباره فیلم برداری حتما یه مقداری اطلاعات داشته باشه، اطلاعات لازم. فیلم نامه نویس هم همینطور، یعنی لازم نیست که نما به نما بدون چجوری این نما رو باید فیلم برداری کرد تا اون مفهومی رو که میخوایم رسانده بشه، اما باید بدونه که یک پرفرنس هایی رو باید رعایت بکنه که اساسا این متن قابل تبدیل شدن به فیلم باشه. یکیش مثلا نوشتن در زمان حاله، یعنی همه اتفاقا در زمان حال میفته. مثلا مستر ای وارد اتاق می شود، نه اینکه وارد اتاق شد،
یا دستگیره در رو میپیچاند اما در باز نمیشه. همه چیز با تصویر بیان میشه، هیچ چیزی در ذهن بازیگر نداره، یعنی به شکل مثلا دلسوزانه نگاه میکند معنی نداره. این ممکنه مثلا کارگردان به بازیگر بگید با دلسوزی نگاه کن که اون دلسوزی رو بازی کنه، ولی فیلمنامه نویس نمیتونه بگه مثلا دلش به رحم آمد. دلش به رحم آمد تصویر نداره، باید یه تصویر براش ساخت. این اون چیزاییست که باید فیلمنامه نویس رعایت بکنه. ضمن اینکه این جمع کلاماتی که اینجا نوشته شد حالا و یه سری دیگه که تعدادش هم خیلی زیاد نیست، شاید مثلا 20 تا 25 بیشتر نباشه، اینا زبان ارتباطی است که فیلمنامه نویس با بقیه تیم ارتباط برقرار میکنه که منظورش از این نوشته ها چیه. فقط اونا اینا نه هست؟ آره نه، این برد خب، مرسی. آره؟ من دو سوال داشتم، یه سوال هم در ادامه همین همین صحبت کردن هم آقای عزیزی کردن. فیلمنامه نویس وقتی فیلمنامه نویسه برخلی یه تصویر خودش داره که برای چی اتفاق بده. اینجا مثلا ممکنه فیلمنامه نویس تعیین کنه که دوربینه کجا بیاد، لانچ هست بگم مثلا. من یه جمله بگم، اینجا یه جمله بگم. سیتفیل توی این کتابش ازش نوشته که از برای اینکه بفهمید که چه فیلم نویسی آماتوره و چه فیلم نویسی حرفه‌ای، ببینید که فیلم نویسی آماتور میان چیزای کارگردانی نویسه، میگه از لنز فلان استفاده میکنه و دوره اصلا فیلم نویس نباید رجوع این چیزا حرف بزنه. حرف بزنه نشون میده که خیلی آماتورانه باشه. و سوال دوم اینه که تو این دکوپاژ شما یه جلسه درست داری پیش دوست اومدن طراح صحنه بود، طراح صحنه چقدر توی این مسائل دخالت میکنه یا میتونه دخالت کنه؟ گفتن یعنی هر کاری کنه، مثلا زاویه دوربین چی باشه، حرکت دوربین چه جوری باشه، کجا وارد بشه. خب اون یه پروسه دیگریه سوایی، همونجوری که من الان درباره فیلم برداری در واقع اون پروسه دیگر رو نگفتم. پشت این نوشته ها یک جلساتی هست، یعنی اینو که آوردن میارن رو میز با هم میخونن، یه جلساتی هست که با سرگروه ها میزن. این سرگروه چهار پنج نفر بیشتر نیستن، مدیر تولید پروڈاکشن منیجر، لاین پرودوسر که بهش میگیم برنامه ریز، دی او پی ساوند دیزاینر در واقع که سر گروه صدا گذاری است، صدا برداری و صدا گذاری است، که یه پروداکشن ساوند ریکوردر دارن، کسی که سر صحنه ساوند رو میگیره، یکی ساوند ادیتوره که اینا زیر نظر یه ساوند دیزاینر کار میکنن. حالا بعضی فیلم ها همه رو یه نفر انجام میده، بعضی فیلم ها واقعا تقسیم میشه مثلا به 15 نفر هم میرسن. یکیشون هم پروداکشن دیزاینره که خودش زیر گروهش مثلا آقای آقای یکی از بهترین طراح صحنه ایران هست. من کروند سفید همه رشته ها بکنم. یه یا این یکی سیاه یه آرت دیرکتور داریم، یه دونه ست دکوراتور. حالا باز بستگی به نوع فیلمی که داره ساخته میشه که چقدر وسیعه، چقدر لازمه که آدمای مختلف توش کار بکنن، این تعداد اضافه میشه و کم میشه. پروداکشن دیزاینر معمولا کسی است که بیشترین سر و کله رو با کارگردان میذاره برای اینکه این فیلم چه شکلی اصلا باشه. کسی است که مسئول زیبایی در فیلمه، مسئول لوک بیرونی فیلمه. این دو نفر که با هم به تفاهم رسیدن، یعنی کارگردان و پروداکشن دیزاینر، نتیجهشون میشه اسکیس. یه دونه برای هر صحنه ای، هر سین، یه دونه یا دو تا اسکیس میزنن که اسکچ میزنن در واقع، که تمام چیزایی رو که میخوان توی این میکشن. اینجا مثلا اینجا یه کلیساست، اینجا خیابونه، اینجا چند تا کلبه است، اینجا هم یه کوه. این اگر موجود باشه میرن دنبال یه چیز شبیه این میگردن، بعد با هم کار میکنن روش تا به این برسن. اگر نباشه میسازنش. قرارم هست مثلا خورشید از اینجا در بیاد که نور بپاشه مثلا تو سر.
اگر اینو بتونن پیدا بکنن میان پیدا میکنن، بهش میگن لوکیشن اسکاتینگ. اگر نتونن پیدا بکنن میسازنش، یعنی دکوراتور رو میان و دیگه این گروه تای ادامه پیدا میکنن میره تو میکنن که دیگه هزینه تولید ویران کننده میشه. این موردی که هست اینه که ما معمولا بعد از پریزنتیشن ها همچنین یک بخشی هم داریم صحبت میکنیم، مثلا اوپن فورم در اصلاح بذاره میشه کنم، دوست دارم که حداقل یک روح هم پیشه داریم که با اون قضیه اختصاص بدیم تا بجانه تکیم اون رو طولانی بودش. خب سوالات اون زیاده الان ما معمولا ساعت ده و نیم بیرون ساعت دهه. یه چیز تعباده چهار پنج نفر دیگه هم بودید هستن که سوال کنم خواهش کنم این سوالاتون رو به جای دو تا یک مطرح بکنید و جوابون رو کوتاه باشید، خیلی عالی‌تر میشه میتونید به بحث خودم برسید. نفر من خانم بیلار ولی خب بینوار که اصلا بازیش متفاوت این تکنیکی بیشتر از هم بکیختر حسش از هم بکیختر. حالا مثلا راجع به تحنه راجع به نور تکنیکش سوال من اینه که مثلا کار تاعت میتونه کاملا خالص و فکر باشه. مثلا یه بازیگر برنامه های بازیگر یا اونجا بازی کنه، بدن دارم، میمیک دارم، صدا دارم و میتونم در واقع بدون هیچ تکنیکی من کار خودم هم کنه، یعنی بدون هیچ تکنولوژی، بدون هرچی. حالا میشه در واقع یه سری تکنیک و تکنولوژی بهش اضافه کرد ولی نباشم ضرورتی نداره، میتونه نباشه و آرت باشه، یعنی خالص هنره. ولی من سوالم نکنم به عنوان کسی مثلا تجربه فیلم داشتید، فیلم داشتید چند درصد، چند درصد میتونید یک اثر هنری باشه در واقع، یک حالا کاری به در واقع فیلمانی نمید فیلمانی کاملا میتونید هنری باشه خر باشه، ولی راجع به ساخت فیلم چقدرش میتونه واقعا خلق باشه، خلق کنید و چقدرش چند درصدش میتونه تکنیک باشه، تکنولوژی باشه. و حالا مثلا یه فرق بین فیلم های که یا مستقیم و یه فرق و بین فیلم های مثلا حالی اینو چند درصدی میدونی مثلا؟ حالا نمیدونم چی بگم درصدی نیست. ببین یه ارکستر سمفونی کارش آرت هست یا نیست؟ داره یه قطعه از موزارت میزنه، آرت حسابش میکنی یا نه؟ موزارت چند قرن پیش اونو نوشته، یه گروهی اومدن با هماهنگی هم مدت‌ها تمرین کردن که بیان روی صحنه اجرا بکنن. حالا یه گروه فیلم برداری هم میاد از این فیلم برداری میکنه میذاره روی یوتیوب که شما ببینید. اتفاق آرت هست یا نه؟ اگر اینو آرت حساب میکنی فیلم هم آرت. حالا اگه مثلا گروه تو قچ نباشه مثلا این حالتی که از ایرایی که در جاری مثلا بیفیل برداری توی جلدان پرسه فولی بسیم چیز نشه اون چه فصل مثلا هر اثر دیگری که خراب میشه اونم خراب میشه دیگه. یعنی فکر کن بازیگر روز اجرا خروسک بگیره نتونه هر چیز گرشی خورده باشه صداش در نیاد، ماشین زده باشه پاش شکسته باشه، بازیگرت یعنی ابزارت رو از دست دادی. حالا فیلم بردارت هم دوربینش بیفته بشکنه با چی می‌خوای فیلم برداری کنی؟ نه، من راجب این هر حرف بذاری بحثای اگه اجازه بدین کاری بکنیم ما یه بخش دیگه داریم که بحثا رو می‌ذاریم بعد از پرسش پاسخ. واقعا می‌ترسم این بحث اگه به بحث طولانی مدت بکشه ما اون وقت به بخش سوالات دیگه و بعد به اوپن فورم نرسیم. اگر که اجازه بدید من یا اگه شما دوست دارید جواب ادامه‌اش رو بدیم پس من این بحث رو ادامه بدم. آره من خیلی سمای می‌تونم یه رو به دیگه این بحث اصلا تی بگیرم بجای اینکه بعد از این حزیمو با هم دیگه صحبت می‌کنیم اونا فعلا. سوال بعد از امیر که من سوال ندارم خب شهر دارم من سوال هم اینه که چه جشنهای مختلف جایزه بده کاری هم میشه رو چه قسمتش کرد؟
روی اشتباه ساده برای دارم یعنی این فیلم کارگردانیش خیلی سخته بر اما مثلا به فیلمی که یه عالم تصادف و بزن بکش و اینا داشته باشه کارگردانی رو جایزه میدن اون برعکس باید جایزه تلفیم میگیره ولی متاسفانه رو اشتباه میدن تا الان اینجوری بوده یعنی هر جشنواره دیدم جایزه کارگردانی دادن صحنه های پر تنش و پر هیاهو بقول این خیلی بود مثلا کار آقای میرکریمی رو که با هم دیدیم اون کارگردانیش واقعا پدر آدم در فیلمی که توش هیچ اتفاقی نمیفته و بعد بیننده هم دنبال خودش بره فیلم امروزش یا که اینجا دیدیم همون که اینجا دیدیم من امروز ندیدم متاسفانه موفق نشدم ولی اون چیزی همین سادگی واقعا کارگردانش پدر آدم در ولی وقتی شما دارید دو تا ماشین میخورن به هم 50 تا پلان میتونی ازش بگیری یا عالمه دوربین رو بذار بالا دوربین رو بذار اونور دیدین که نمیدونم دیدین یا نه برای یه صحنه تصادف مثلا 7-8 دوربین میذارن از زاویه‌های مختلف میگیره خیلی ساده است اون خیلی راحت تره میخواستم سوال خیلی قشنگ شما گفتید سینما صنعت هنره اساسا سینما شکل هنری اصل تکنولوژی یعنی تکنولوژی الکتریسیته معماری مدرن سینما رو مثل آرکیتکت بسازه و خامون گوری این سینما رو ولی میخوام بگم که این مال ما وارداتیه هم الکتریسیته رو وارد کردیم هم سینما ولی چه جالبه که ما تمرین کارگردان اختراع کردیم ولی بطنیه چون دیرکتر ما از دو منبع داشتیم که امریکاست که ما میگن دیرکتر همه میدونن دیرکت کردن چیه از یه طرف دیگه فرانسوی هستن که مکانسن میگن The Master of the Scene و ریالیزیتا که ریال هستن کارگردان کجا اومد این کار حالا کارگردان که به سنت مرمون در کار توشه ببین به شوخی باید وقتی میگن کارچرخان ولی تا مثلا یه دوره‌ای که هنوز نفوذ سینما از طریق فرانسه بیشتر وارد ایران همون اولی که بعد یه دوره‌ای یه ذره ایتالیایی شد بعد یه دفعه کلن فارغ التحصیلایی که از آمریکا و غیر آمریکا کشورهای انگلیسی زبان میومدن اومدن از اون موقع شد کارگردان یعنی دایرکتور رو ترجمه کردن فارسی سازی کردن کارگردان رو توش دارد بعد تا قبلش رو گفتن رژیستور فکر کنم به فرنگستان اول بودش کارگردان رژیستور نه قبل فرنگستان اول بود احتمالاً احتمالا من همینه ولی واقعیتش اینه که از زمان دکتر فروغ به بعد یواش یواش رژیسور رفت کنار کارگردان خود رژیسور مرتبط میخوام یعنی چی؟ رژیسور فرانسوی به کارگردان میگن رژیسور قبلا تو ایران هم گفتن رژیسور اصلا می نویسن توی دختر لورو اینا ببینید کارگردان رو نویسن رژیسور باز بهتر از عربوس ما میرسن اخراج یا مخرج یا مخرج خالی برای اخراج خروجی آخرین سوال هم میشه سر سوال من بستگی داره واقعیت اینه که بستگی داره بستگی به اون فیلمی داره که داره ساخته میشه کارگردان ها شیوه های مختلف برای بازی گرفتن یک کسی مثل آقای کیارستمی تقریبا هیچ وقت بازی نمیگیره از مدت ها قبل با چون بازیگراش هم معمولا غیر حرفه‌ای هم از مدت ها قبل با اینا حرف میزنه جوری و اون دیالوگا رو جوری میگه که اونا هم تکرار کنن بدون اینکه اونا بدونن دارن دیالوگای فیلم رو تکرار میکنن بعد از یه مدتی دیالوگا میشه مال اونا یعنی وقتی میخوان مثلا با کیارستمی خودش میشینه بغل دوربین اونا میخوان باش حرف بزنن دیالوگایی رو میگن که این مثلا یه ماه قبل از یه ماه قبل شروع کرده باهاشون گفته اونا با اون ادبیات باش جواب میدن حالا میتونه دقیقاً همون واژگان نباشه ولی ادبیاتش هم میشه و بازیگر عملا جلوی دوربین بازی نمیکنه برای همینم میبینید که مثلا تو خیلی از فیلم‌های آقای کیارستمی بازیگر به دوربین نگاه میکنه یه بازیگرایی هم هستن که مثل تئاتر تمرین میکنن از تمرین فیلم برداری میکنن و از توی اون فیلم برداری حتی خیلی از
زاویه نماها رو زاویه های فیلم برداری رو پیدا میکنن. و وقتی اینقدر تمرین کردن تقریبا موقع فیلم برداری همه چیز از پیش دانسته است، دیگه سورپرایز نمیشن سر فیلم برداری. این هم یه نوشه، ولی خیلی ها این شیوه رو دوست ندارن، میگن بکر بودن بازی از دست میره، تازگی بازی از دست میره. در نتیجه همیشه یه درصدی رو میذارن که بازیگر سر صحنه چیزی رو اضافه کنه، ولی وقت صدا یه نفر دیگه در میاد که اونجا نشسته فیلم بردار، بلا فاصله کات میده، این قرار نبود اینجا این حرکت رو بکنه، چرا کرد؟ از کات رفت بیرون. یا صدا بردار مثلا یه دفعه بازیگر داد بزنه، صدا بردار صداش در میاد، چرا نگفته بودید این با این لول داد میزنه؟ در نتیجه توی فیلم یه مقدار زیادی با تئاتر فرق داره، همه چیز از قبل باید دانسته بشه، به خصوص هالیوود که تقریبا هیچ کسی هیچ سورپرایزی نداره. یعنی حتی کارگردانم بعد از اینکه این برگه ها رو نوشت بره خونشون اولا فیلم ساخته بشه. خب دوستان، ما از روی وارد بخش درس دیسکاشن میشیم. من خواهش میکنم که از آقای رایی تشکر کنم.